Hi Vistateach! I hope you are doing so great. This is Mohammad from Vistateach Academy and today I'm gonna teach you the fourth episode of Peppa Pig and it's called Polly Parrot. Polly Parrot به معنی توتی سخنگو هست. در این قسمت پپا به همراه خانواده به دیدار گرانی پیگ اند گرانپا پیگ میرن، پدر بزرگ و مادر بزرگ. در این قسمت شما در انتهای اپیزود با گرامر حال کامل استمراری آشنا خواهید شد و کاربرد اون رو در قالب این داستان یاد خواهید گرفت دقت کنید من به خاطر بحث کپی رایتینگ دیگه نتونستم اونو در دو بخش قرار بدم بخش اول که مخصوص کودکان هست و بدون هیچ گونه تحلیل اونا باید ببینن میتونید در آدرس ما به نشانی داتای آر برای کوچولوهاتون به نمایش بذارین و از دیدنش لذت ببرین اگر دوست دارین از این نوع سبک آموزش به صورت هفتگی استفاده کنید من به, به طور میانگین دو تا سه مرتبه در طول هفته به پیک رو آپلود میکنم میتونید منو سابسکرایب کنید اون زنگوله بغلش هم بزنید تا پستی رو آپلود کردم شما رو مطلع کنه بریم با یه داستان خیلی باحال Stop learning English. Start living it. Polly parrot. Polly parrot. Polly یه اسم دخترونه هست و parrot به معنی توتی هست. توتی که سخنگویه. توتیه سخنگوی پلی پپا ن هر میلی زیی گرنی پیگ n پا پیگ پپا و خانوادهاش هر فمیلی هر جز صفات ملکی هست که برای معنس استفاده میشه پپا ن هر فمیلی ویزیین خب ر ویزیتینگ افعال توی با فعل آیانجی دار هست حال استمراری یعنی داره میره که خانواده پدر و مادرش رو ببینه گرنی پیک اند گراند پا پیک در این فرمال انگلیسی استفاده میشه خب ما در... به صورت رسمی میگیم گرند مادر ولی به صورت خودمونی میگیم گرنی و Grandfather هم میگیم گراند پا و اینجا میگه پپا و خانوادهش دارن میرن که گرنی پیک و گراند پا پیک رو ملاقات کنند hello my little ones come inside we have a surprise hello my little ones come inside we have a surprise little one yani کوچولو وقتی میگیم little ones یعنی yani کوچولوها hello my little ones سلام کوچولوهای من come inside یعنی بیاین داخل come یعنی yani بیا inside یعنی داخل we have a surprise ما یک چیز سپرایز چیز شگفت آور داریم در فارسی هم ما استفاده می کنیم Surprise. What is it? We have a new pet Can you guess what it is? What is it? پپا میگه What is it? چی هست اون؟ خب گرانی, گرانی پیک میگه که We have a new pet دوستان پت به معنی حیوان خونگی هست شما هر نوع حیوان خونگی از جمله سگ، گربه، پرنده هر چیزی که در خانه نگهداری بشه ما بهش میگیم پت میگه ما یه نیو پت داریم A new pet Can you guess what it is? Guess یعنی حد زدن Can you guess? میتونی حد بزنی What it is که اون چیه؟ سو؟ <تصفح> دایناسور و طبق معمول جورج هم همه جا میگه دایناسور نه ایت نات ا دایناسور ان سی نو ایت نات ا دایناسور اون دایناسور نیست ایت ایز نات برای اشیا ما داریم از ایت استفاده میکنیم ایت ایز نات اون نیست کام ان سی و خودتون ببینید <تصفح> Granny Pig and Grandpa Pig have a pet parrot. Granny Pig and Grandpa Pig have a pet parrot. پدر بزرگ و مادر بزرگ یک توتی خونگی دارند. یک توتی سخنگو. A pet parrot. Pepper, George, this is our pet parrot. She's called Polly. Pepper, George, this is our pet parrot. این حیوان و این توتی سخنگوی خونگی ما هست اور این هم صفات ملکی هست که برای بیشتر از یه نفر استفاده میشه همون وی یعنی ما صفات ملکیش میشه اور شامل خودش و پدر بزرگه she is called Polly or she is called Polly اونو اسمشو گذاشتن پلی. اونو نامیدن اوکی حالا درسته که خودشون نامیدن ولی اینجا داره از جمله مجهول استفاده میکنه شی ایز کالد Pretty پالی پرتی پالی Pretty یعنی خیلی خوشگل Pretty پالی یعنی یه توتی خیلی خوشگل oh, Pretty پالی واو آی ام ا clever parrot I'm a clever parrot. من یک توتی خیلی باهوشم. Clever یعنی باهوش. دوستان برای خودتون جمله بسازین. بگین I'm a clever boy or I'm a clever girl. Mommy, <applause> <applause> <ممی> why does Polly copy everything that Granny says? Mommy, <ممی> why does Polly copy everything that Granny says? Mommy, <ممی> چرا هر چیزی که گرانی میگه everything that granny says هر چیزی که گرانی داره میگه اس انتهای سی به خاطر سوم شخص بودنه که اشاره به ما پی، گرانی پیک داره و میگه why does پالی کاپی چرا اینا همه رو کپی میکنه یا تقلید میکنه ببینید تلفظ صحیحش کاپی کاپی That's what parrots do. I'll show you. That's what parrots do. این کاریه که توتی های سخنگو انجام میدن. What parrots do. I'll show you. من به شما نشون خواهم داد. I'll مخفف I will هست. Hello Polly. Hello Polly. What a sweet little parrot. What a sweet little parrot. What a sweet little parrot. چه توتی کوچولوی با نمک و شیرینی؟ What is sweet؟ Sweet هنی شیرین، خیلی... ب... یه چیزی که خیلی دوست داشتنی باشه، ما میگیم sweet. <تصفح> <تصفح> come on, everyone. Tea time. Come on, everyone. Tea time. همگی بیاین. وقت چاییه. Come on یعنی بیاین. Peppa, George, come on. There's chocolate cake. پپا George, come on. There is chocolate cake. یک کیک شکلاتی روی میز هست. خب ببینید اینجا هم ما از there is استفاده کردیم. میتونست بگه uh, I made a chocolate cake. ولی اینجا از there is استفاده کرده. به معنی وجود داشتن. حالا چون مفرد هست میشه there is. اگر جمع بود میگفت there are. Come in Grammy. <laughs> Pepper and George love eating chocolate cake. but today they are in a hurry to get back in play with poly parrot pepe and george love eating chocolate cake pepe and عاشق خوردن کیک شکلاتی هستند ایتینگ اینجا بچه ها اسم مصدره ببینید اسم خوب ما در فارسی هم میگیم من عاشق خوردن هستم خب این خوردن فعل نیست عاشق فعله فکر نکنید دو تا فعل چرا به هم چسبیدن ها داری میگه pepe and عاشق هستند عاشق چه چیز ایتینگ چاکلت کیک خوردن کیک شکلاتی این یک عبارت اسمی یادتون باشه ایتینگ چاکلت کیک سه تا اسم کنار هم قرار گرفته و تدی اما امروز دقت کنید به تلفظش میتونید بگین تودی درست هست ولی زیباتر که بگین today. They were hurry. اونا خیلی عجله داشتند. Were از مشتقات فعل بی هست افعال تو بی که در زمان گذشته ما استفاده می‌کنیم، میگی they were hurry اونها عجله داشتن to get back and play with poly parrot که برگردن get back یعنی برگشتن و بازی کنم با پولی پرت پلی ویت پولی پرت فینیشت وات نویزی لیتل What noisy little ones you are مادر بزرگ دیگه خندش گرفت از دست این بچه های پر سر و صدا What noisy little ones Noisy little ones یعنی یه کوچولوهای پر سر و صدا پس ببینید اینو در ذهنتون بسپارید خواستیم بگین کسی پر سر و صدا هست از نویزی استفاده میکنیم For example مریم He's noisy girl. مریم یه دختر پر سر و صدا هست. اینجا وقتی داره میگه noisy little ones you are یعنی چه کوچولوهای پر سر و صدای شما هستین؟ Granny, <applause> please can we leave the table and go and see Polly Parrot? Granny, مادر بزرگ, please can we leave the table? خواهش میکنم ما میتونیم میز رو ترک کنیم and go and see polyparet و بریم و polyparet رو ببینیم ببینید leave به معنی ترک کردن یک مکانی هست شما میتونید فرزن در تهران هستین و میخوایم به سمت تبریز بریم بگین uh, uh, for example I leave Tehran to Tabriz من دارم uh, تهران رو به مقصد تبریز ترک میکنم پس یادتون باشه برای ترک کردن از فعل leave استفاده میکنید Are you sure you've completely finished your cake? Are you sure you've completely finished your cake? خب این جمله دو قسمت گرامری داره. قسمت اول زمان حال ساده هست. Are you sure؟ که حالا از حالت سوالی ما اونو در بیاری میشه You are sure؟ آیا تو مطمئن هستی؟ به معنی هستن بودن You are بعد از اون خب مطمئن هستی که چی؟ You've completely finished یو مخفف یو هف هست You have فینیشت که حال کامل رو داره می سازه have با قسمت سوم یک فعل که آیا کاملا کیکتون رو تمام کرده اید ببینید ما داریم در دو زمان رو دقت کنید من به فارسی میگم به شما میگم آیا تو مطمئن هستی یعنی الان که مثلا ماشین رو پارک کرده ای یعنی آقا در یک زمانی ماشین رو پار کردی خاموش کردی و الان اومدی پیش من پس بیان کاری هست که ما در یک زمان مشخص انجام دادیم و به پایان رسیده است اینجا هم همینجور بچه ها از یه مدتی که از پولیپرت پیشش برگشتن کیک و شروع کردن بخوردن تا الان که به ما گرنی میگن ما میخوایم اینجا رو ترک کنیم و بریم پیش پولیپرت به همین خاطر از حال کامل استفاده کرد گرنی پیک برای سوال پرسیدن میگه آیا تو مطمئنی ای زمان حال ساده You've completely finished your cake Off you go then Hooray! Off you go then Off you go یک عبارت هست یعنی تو برو دیگه خب و اما هوری در انگلیسی ما یک عبارتی داریم برای کودکان استفاده میکنیم که ما میگیم هیپ هیپ اونا در جواب میگن هوره جورج سی سامثینگ تو پولی جورج سی سامثینگ تو پولی یه چیزی جورج به پولی تو بگو سی یعنی گفتن جورج از ا لیتل بیت شای جورج از ا لیتل بیت شای جورج خیلی خجالتی هست یا وقتی میگیم a little bit یعنی خیلی 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 کم خجالتیه Hello Hello <laughs> <laughs> Peppa and پپا و جورج واقعا عاشق بازی کردن با پولی پارت هستند. خب دوستان، ببینید اینجا بعد از really ما دو تا فعل داریم که با ing هستند. Enjoying playing. حالا کدومش اسم مستره هست، کدومش فعل ing دار هست که در زمان حال استمراری استفاده شده. چند ثانیه فکر کنید، درود به همه شما میگیم are enjoying دارن لذت میبرن در حال حاضر حال استمراری دیگه playing with polyparet از بازی کردن با polyparet playing اسم هست و اینم یه ترکیب اسمیه playing with polyparet I'm Peppa Pig I'm Peppa Pig من Peppa Pig هستم George, say something. and George are pretending to be parrots. and George are خب دوستان وقتی یه جمله که شما میشنوین یه کلمه ممکنه براتون آشنا نباشه وقتی میگه پپا ان جورج آر پریتندینگ تو بی یه کلمه اینجا برای شما آشنا نیست پریتندینگ یعنی چی یه ذره فکر کنید وقتی میگه اونها دارن پریتند میکنن تو بی پارتس که توتی های سخنگو هستند خب اینجا چه معنی فکر میکنید داشته باشه بله درسته یعنی تظاهر میکنند پریتند یعنی تظاهر کردن یه مثال برای خودتون بسازین من میسازم اول I don't یا نه اینجور بگم I pretend what I'm not من تظاهر میکنم به چیزی که من نیستم I pretend تظاهر کردم. I'm Polly Parrot I'm Polly Parrot من توتی سخنگو هستم Okay. pepper is thinking of something else to say to polly parrot pepo is thinking of something else to say to polly parrot pepo mikone is thinking of something cheesy, something else huh? to say to polly parrot polly i'm a noisy parrot I'm a noisy parrot. نویزی هم اینجا دوباره استفاده کرده. من یک توتی خیلی پر سر و صدا هستم. پپا؟ جورج؟ Have you been playing with Polly؟ پپا؟ جورج؟ Have you been playing with Polly؟ پپا، جورج، شما داشتین با پالی بازی می‌کردین، خب، بریم سراغ گرامر دوستان من حال کامل رو در چند جمله قبل به شما آموزش دادم. بیان کاری که در یک زمان مشخص شروع شده و به پایان رسیده. خب، ساختارش هم چجوری بود؟ هوا هز با قسمت سوم فل. حالا اینجا من براتون مثال بزنم. I have played with Paulie. من با پالی بازی کردم. حالا این زمانش ممکنه یک ساعت پیش بوده باشه ممکنه مثلا سه روز پیش ممکنه سه سال پیش بیان حال کامل یعنی به صورت کامل به پایان رسیده خب حالا اینجا گرانی پیک میگه have you been بذاریم به صورت سوالی نگم you have been playing with Polly شما داشتین با پولی بازی میکردین خب به چه معنی هست یه داریم از می استفاده می در فارسی ما میگه مثلا میرفت میرفتم یا از بن می استفاده می کنیم دیگه یا دارم بازی می کنم خب از می استفاده می کنیم و داشتن و دارن این بیان استمراری دیگه خب حالا بین هم که قسمت سوم با هو اومده پس این هم میشه حال کامل خب این دوتا رو به هم بچسبونیم میشه زمان حال کامل استمراری حالا فرقش با حال کامل در چیه؟ ببینید زمان حال کامل استمراری داره تاکید روی فعل اون کار انجام میده که تا همین چند لحظه پیش هم شاید ادامه داشته یعنی از اون لحظه‌ای که در گذشته ما شروع کردیم از اون لحظه‌ای که بچه ها از کیک خوردنشون دست کشیدن لیف کردن و اومدن پیش پلی تا همین الان که گرنی اومده دارن باهاش داشتن باهاش بازی میکردن و تاکید داشت به روی بازی کردن بچه ها با پولی پس ببینید اینجا ما میگیم have you been playing with پولی این سوالیش رو ساخته دیگه هو آورده قبلش و هست با قسمت سوم فعل بی دارم ساختارش رو بهتون میگم خب قسمت سوم بی میشه که بین دیگه این پس شد حال کاملش حالا فعل ما که آی گرفته میشه استمرارش پس شما همچین جمله دیدین به راحتی و از خیلی زیبا میتونید تشخیص بدین که این حال کامل استمراریه یه جنبندی حال کامل بیان کاری بود که به پایان رسیده در یک زمان مشخص ولی حال کامل استمراری داره بیان رو اصل کاری میکنه که تا چند لحظه پیش اتفاق افتاده میگه پپا جورج شما داشتیم با پولی پرت بازی میکرده یعنی تا همین الانم که من رسیدم داشتی باش بازی میکرده ای؟ یس کرانی پولی سچ سویت پرت پولی خیلی توتی شیرینی هست اینجا ساچ به معنی وری هست یعنی خیلی دوست داشتنیه yes, granny. I'm a clever parrot. I'm a clever parrot. من یک توتی خیلی باهوشم. حالا فکر میکنین توتی در جواب چی میگه؟ I'm a noisy parrot. I'm a noisy parrot. من یک توتی خیلی پر سر و صدا هم. I'm a noisy parrot. <تصفح> 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 oh, oh my word. اوه مای وورد اوه مای بچه ها, یه جوری معنی همون اوه مای گاد رو میده که در بیان شگفتی سپرایزینگ ما ب... بیان میکنیم و خصوصا برای زمانی هست که در مقابله با کودکان یا همین جور که میبینیم مثلا در مقابل یه توتی از این اوه مای ورد استفاده کرد ما میپیک گرانی پیک <تصفح> <تصفح> امیدوارم از دیدن این قسمت هم لذت برده باشین تا قسمت بعدی و یه داستان دیگه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم بای بای